دیده اش باریم ای خدا یا دستگیر، طاعت مقبول درگاهت نداریم ای خدا، روسیاه و شرم ساریم ای اله دستگیر، گر نباشد فضل تو فردا چه باشد حال ما، چشم رحمت از تو داریم ای خدایا دستگیر، در کلام خیشتن خود فرموده ای لا تقنطوا، زین سبب امیدواریم ای کریما دستگیر، بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. جمعان کولر شاید سرما میخورن دوستان، انشالله من پالتومو در میارم، شما هم کتا و پالتواتونو در بیارین که گرمی هم دور بشه و جا هم بشه دوستان، یک تکون دیگه هم بخورن این قسمت که برادرانی که از راه میان انتظامات همه بشینن دیگه، کافیه انتظامات نظم رو واقعا برقرار کردین، دستتون درد نکن، همه حواسا این طرف باشه انشالله که ما خیلی زود رشته سخن از دستم در میره، دوستان حواس کاملا جمع باشه و یک ساعتی که در خدمت شما نهایتش اگه 3-4 ساعت باشیم بیشتر نخواهیم بود، بالاخره بیشتر مردم و خود ما هست، مردم و محله هست، مهمان های عزیزی هم اومدن دیگه، ما باید هر سال یک شب یک چنین گیر میاد با اینا تسویه حساب بکنیم به اصطلاح، و اون شب چنین شبیه، وگرنه ما امشب واقعا برنامه داشتیم، خود جناب مولوی هم در جریان هست در شهرستان باخرز تایباد، برای که شما مسجد حضرت بلال بوی حضرت بلال میدید و بلال گونه ما رو و این جمع رو کشوندید اینجا، برای حال هر کس احساس گرمی میکنه میتونه بالاخره عباشو در بیاره مثل ما راحت، خصوصا جوونا که دیگه قراری با هم جوونی مقدار صحبت بکنیم، علما معذرت میخوام پیرمردا، بالاخره ما میخوایم مقداری تو دل همدیگر حرف بزنیم، امیدواریم خدای متعال به همه توفیق عمل عنایت بکنه، و قبل از اینکه صحبت شروع بکنم یک صلواتی که مدینه برسه ان شاء الله. ای خالقی که خدایی را سزایی، و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی، به عزت و جلال خود و به عظمت و جمال خود که دل ما را ضیاء خود ده و قلب ما را صفای خود ده، و ما را آن ده که آن به، و مگذار ما را به که همه، یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده، درد همه را به صابری درمان ده، این بنده نداند که چی می باید خواست، داننده تویی هر آن چه خواهی آن ده. بسیار خرسند و خوشحالم از این که در چنین شبی بسیار فرخنده و مبارک، در چنین محفل خجسته و میمون، در چنین جمع با برکتی شرف و حضور پیدا کردم، خدای عزوجل رو بر این من و فضل احسانش متشکر و سپاسگزارم. تبریک و تهنیت عرض می کنم این مجلس با شکوه و عظیم را که جهت تجلیل از مقام شامخ قرآن و حفاظ کلام الله مجید برگزار و منعقد گردیده، خدمت امام جمعه محترم مسجد جناب مولوی یوسفی حفاظ معزز و مکرم و همه مقتدیان بزرگوار مسجد حضرت بلال، از خدای متعال خواهانیم که این شنشبی که با قرآن مأنوس بودیم خدای متعال جرقه‌ای در قلب ما ایجاد کرده باشه که همواره زندگی ما در راستای اهداف قرآنی و با تبلور ایمان و تابش دین و ایمان در قلوب ما همواره روشن و توأم و همراه باشه انشاءالله. دقایقی که در خدمت سروران هستم میخوام پیرامون عوامل بی تأثیری نمازها، که چرا نمازها تأثیر نداره، شاید در ذهن بعضی ها سوال ایجاد بشه که بازم از نماز، شما ملاها هم مثل غیر از نماز و زکات دیگه چیزی بلد نیستین حرف بزنین، هر جا بریم یا نماز یا زکات، دیگه حرفی دیگه برای گفتن ندارید.
درسته، ولی امشب فضائل نماز رو نمیخوام بگم، زیاد شنیدید. کسانی که نماز نمیخونن چه بدبختی ها و آتشی رو در درون خودشان احیا و زنده کردن، به اونم کار نداریم، ما با شما کار داریم. صحبت من امشب با بی نمازا نیست، صحبت من با کسانی که زکات نمیدن نیست، صحبت من با کسی است، جوانی است که داره نماز میخونه، داره تهجد میخونه، تراویحش قضا نشده، رمضانش سفت و پای قرص میگیره، تلاوت قرآنش محاله که یک روز قضا بشه، ولی همه این عبادات هیچ گونه تلنگری در ذهن او و هیچ گونه انقلابی در زندگی او ایجاد نمیکنه. علت کجاست؟ اون زمانی که نمازها و سجده ها زمین و زمان را به لرزه در می آورد، امروز اون سجده ها نیست. علت کجاست؟ درد کجاست؟ مشکل کجاست؟ معضل کجاست؟ کدوم قسمت سیستم عبادتی ما خراب شده که تمامی سیستم عبادات ما را مختل کرده؟ این رو باید امشب مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. اون نمازهایی که خالد ابن ولید وقتی می آمد در مقابل صدهای فولادین ایران و ایرانیان قرار می گرفت و صدها مانند کوی استوار در مقابلشون قرار می گرفت، سر رو به آستانه رب العالمین می گذاشتن و با ستو الله اکبر و سبحان ربی الاعلا عرش خدا را به لرزه در می آوردن و تمامی صدهای فولادین تک تک و زوب آب می شد. امروز اون نمازها نیست. اون نمازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه سرنوشت ساز بدر، اون زمانی که لشکر کفار بالای 1000 نفر، لشکر مسلمان ها زیر بالای 300 نفر و زیر 400 نفر و 350 نفر، مسلمان ها با چل اسب و زره، ولی کفار تا دندان مسلح شدن، از حیث ظاهر و چشم عادی اصلا قابل مقایسه و توازن و تساوی نیست. پله جنگ از چشم مادی به نفع کفار داره سنگینی میکنه. رسول خدا اونجا متوجه شد که باید نماز اقامه بکنه، مستقیما به داخل عریش تشریف بردن، سایبانی که برای پیامبر خدا تدارک دیده بودن، و اونجا سر رو به آستانه خدا ساییدن. پیامبر به ایمانش، نبوتش، غیرتش، اصحابش مغرور و متکبر نشد، بلکه در چنین لحظات حساسی که نه برای صحابه حساس بود، بلکه لحظاتی بود که تاریخ بشریت تا قیام قیامت مدجون چنین لحظاتی بودند، سر رو به سجده گذاشت و با درک نماز دست تضرع را به سوی خدا بلند کرد. اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض ابدا. الله يا رب العالمين، از دست من محمد کاری ساخت نیست. پروردگارا اگر این اصحابم هلاک بشه، این گروه بدری هلاک بشن، دیگه در دنیا کسی لفظ الله رو نخواهد برد. اونقدر پیامبر خدا زجه زدن، گریه زدن، نماز با تو تأثیر و شگرفی رو ادا کردن که ابوبکر صدیق که اسکرت و محافظ رسول الله بود، یک لحظه به لرزه افتاد، گفت یا رسول الله تو رو خدا بس کن که عرش الهی به زلزله در آمد. یا الله فرشتگان آمد. رسول خدا چشما رو باز کرد، دید فرشته های بدری با عمامه های سبز رنگ و لباس های سفید به استقبال مجاهدین اسلام آمدند. اون نماز امروز نیست. به قول حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله، فرمود زمانی که کفار اومدن داخل عراق و اون جنایت های کثیفی که دلشون میخواست بر سر فرزندان من و تو آوردن، خواهری یا برادری برام نامه نوشته بود که مولانا کجاست فرشته های بدری؟ کجاست فرشته های خندق؟ کجاست فرشته هایی که پیشانی عمر فاروق رو میبوسید؟ کجاست اون فرشته هایی که دستان ابوبکر صدیق رو بوسه میداد؟ امروز چرا به داد شاگردان ابوبکر نمیرسه؟ امروز چرا به داد دختران عمر نمیرسد؟ امروز چرا به داد فرزندان ابو حنیفه نمیرسد؟ کجاست؟ آیا خدا هم مسلمان رو رها کرده؟
آیا فرشته ها نمی بیند که به دختر مسلمان تو عراق تجاوز میشه؟ آیا فرشته ها نمی بینند که امریکایی ها بچه های دو ساله رو، بچه های دو ساله شیرخواره رو، پنج ساله رو لخت می کنند و به اونها تجاوز می کنند؟ کجاست؟ کو امداد خدا؟ آیا خدا از ما قهره؟ آیا امت رسول الله دیگه کسی لایق نصرت نیست؟ بله سلام، مولانا فرمود اگر مسلمانان عراق زمان حمله امریکایی ها در سر هر چهار راهی که بودن سجاده خودشون رو پهن می کردن و الله اکبر می گفتن، به خدا قسم پوزه امریکا و بوش و بلر به خاک مالیده می شد. این یه واقعیته. اقبال، کجایی که تا زمان تو ببوسم؟ لا اله اندر نمازش بود و نیست، رازها اندر نیازش بود و نیست. فرق داره، فرق رو بیان میکنه که علتی که نماز اونها زمین و زمان رو متحول میکرد ولی نماز ما نمیتونه پشه رو دور بکنه، اینه که لا اله اندر نمازش بود و نیست، رازها اندر نیازش بود و نیست. نور در صوم و صلات او نمان، جلوه‌ای در کائنات او نمان، سجده‌ای که از وی زمین لرزیده است بر مرادش مهر و مه گردیده است. سنگ اگر گیرد نشان آن سجود، در هوا آشفته گردد همچو دود. ولی این زمان جز سر به زیری هیچ نیست، اندر او جز ضعف و پیری هیچ نیست. آن شکوه ربی الاعلا کجاست؟ این سجده ها رو میگه. آن شکوه ربی الاعلا کجاست؟ این گناه اوست یا تقصیر ماست؟ شما میگه مال کیه؟ این گناه اوست یا تقصیر ماست؟ گناه خداست یا تقصیر مایه؟ عقل ها بی باک و دل ها بی گداز، چشم ها بی شرم و غرقن در مجاز. هر کسی بر جاده خود تیز رو، ناقه ما بی زمام و حرز دو، صاحب قرآن و بی ذوق طلب. العجب ثم العجب ثم العجب، کعبه آباد است از اسنام ما، خنده زن کفر است بر اسلام ما. نام خود کردیم مسلمان، کو مسلمانی کجاست؟ ای مسلمانان نگویید بنده خاصی ما، نه صلات و نه زکات و نه صیام و نه قیام. من نمیدانم خدایا این چه اشخاصی ما، سر خودمون کلا میذاریم با دو رکعت نماز، نمازی که هیچ تأثیری نداره. آقا چه ادعایی داره؟ علت چیه؟ درد کجاست؟ چرا نماز های این تأثیر رو نداره؟ عزیز من، جوان من، برادر من، خواهر من، من با خودم میگم سپس به همه شما، علت اینه که ما شرایط نماز رو انجام نمیدیم. شرایط نماز، آداب نماز، اینها باعث شده که نمازهای ما بی تأثیر بشه. واقعیت رو قبول بکنی، ما تو کتاب فقه میخونیم میگه آقا شرایط نماز، علما میگن 8 تا. 1، میگن پاک بودن بدن. درسته، بدن باید پاک باشه، اگر بدن شما ملوث به نجاست باشه نمیتونی نماز بخونی، نمازت فاسده. نجاست غلیظه و خفیفه مبطل نماز و روزه هست، معذرت میخوام، وضو است. ولی آیا علما نگفتن که آقا فقط نباید بدن از نجاست ظاهری پاک باشه، بلکه باید بدن از نجاست باطنی پاک باشه، بدنت از حرام خوری پاک باشه؟ شرط نماز اینه. بپرسید علما جمعشون اینجاست، آیا فقط شرایط نماز اینه که بدن از نجاست ظاهری پاک باشه؟ نه، بلکه قبل از این که بدن رو، ظاهر بدن رو از نجاست پاک کنیم،
باید اولین شرط اینه که باطن بدن رو، گوشت و پوست و رگ و ریشه ما رو، اعضا و جواره ما رو از خوردن حرام پاک کنیم. آقا آمده با حرام روش کرده، مجسمه نجاست روز بین داره راه میره، بعد میگه من بدنم و ظاهرم و شستم، مثل این میمونه که یک مشک پرت نجاست بکنید، بعد بیان دوره برش خوب برید اونجا سرویس بشورید، بگه عجب مشک تمیزی، این درسته، این تمیزه، کل اناء یترشح بما فیه، بالاخره نجاست میاد بیرون. عزیز من، اولین عامل بی تأثیری نمازها اینه که ما بدن خودمان رو از حرام پاک نکردیم. حضرت سعد بن معاذ یکی از اصحاب رسول الله است، ایشون زمانی که از دنیا رفتن پیامبر خدا رو قبرش ایستاد، فرمود الله اکبر الله اکبر، صحابه گفتن چی یا رسول الله؟ گفت اهتز له عرش الرحمن. معاذ سعد بن معاذی که عرش خدا زمانی که از دنیا رفت به لرزه در آمد، ولی همین سعد آمد گفت یا رسول الله برام دعا کن که مستجاب الدعوه بشم، دعام قبول بشه، نمازم قبول بشه، عبادتم قبول بشه. چه فرمود؟ گفت ای سعد شکم تو از حرام پاک کن، والذی نفس محمد بیده، قسم به اون ذاتی که نفس من محمد در دست بلا کیف اوز، اگر یک لقمه حرام تو وجودت بره تا 40 شبان روز هیچ نمازی از تو قبول نخواهد شد. جمعش کن حالا. آقا دلش خوشه که سر مردم کلا میذاره؟ آقا دلش خوشه که مار میخوره افعی میشه؟ آقا دلش خوشه که رفته به مکه دور خانه خدا رو طواف کرده حاجی صاحب شده دیگه هر اشتباهی که دلت میخواد بکن؟ اینطوری نیست. به خانه خدا چی یاد گرفتی؟ بدن ما رو امروز روزی حلال از بین رفته. رسول خدا فرمودن ثم ذکر الرجل اشعث اغبر یمد یدیه الى السماء یا رب یا رب یا رب فمطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و قضی بالحرام فانا یستجاب له. به صراحت رسول خدا بیان میکنن طرف میره مسافرت، گرد و غبار آلود، رست الهیئه، میگه دعای من دیگه ردخور نداره، یارب یارب میکنه در حالی که غذاش حرامه، خوراکش حرامه، پوشاکش حرامه، اصلا با حرام بزرگ شده. اولین قطره شیری که تو دهانش رفته اون نجس بوده. حالا این میگه چرا دعام قبول نشده؟ چه ادعا ماشاءالله. دوست داره که خدا همین الان جبرئیل رو بفرسته تو بغلش. خیلی پر رویی، کو عبادت ما، کو روزی حلال، گم شده واقعا. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی صحیح بخاری است میفرماید در بنی اسرائیل یه آقایی رفت زمین رو به کسی فروخت. اینا قصه نیست، من نمادم قصه بگم، تاریخ حدیثه. آمد زمینش رو فروخت، این صاحب زمین که خریدار برد پیش صاحب زمین، گفت آقا، گفت چیه؟ گفت من از تو زمین رو خریدم، گنج رو ازت نخریدم، زمین مال منه، من پول زمین رو دادم، این گنج مال شماست. صاحب زمین چی میگه؟ اگه ما باشیم؟ بله 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 مال منه، بله بله، من اونجا قایمش کرده بودم. جوان میگه آقا تو چی دوست داری؟ میگه جناب مولوی تنها آرزوم اینه که برم تو راه یک کیف سانسونت بردارم دلار آمریکا توش باشه. چرا؟ میگه زندگی فقط دلاره. زندگی فقط دلاره. اینطور نیست. آمریکایی ها دلار خیلی دارن. ولیکن 30,000 نفر در سال گذشته در آمریکا اقدام به خودکشی کرده. دلار خوشبختی میاره؟ به خدا نمازه که خوشبختی میاره. حالا آخر صحبتم خدا کنه وقت اجازه بده فقط بازش کنم قضیه. اون صاحب زمین چه میگه؟ آقا من زمین و با اون چی که توش بوده بهت دادم. من پول من اینو نمیخوام. این میگه گنج مال توست، اون میگه گنج مال توست، اون میگه من فقط زمین رو فروختم، اون میگه فقط من زمین رو خریدم، اون آقا میگه نه من زمین رو با هرچی که از فروختم. اینها بودن، نه مال خودم برای خودم، مال همسایم برای خودم، مال حاجی برای خودم، مال داداش برای خودم، مال آبجیم مال خودم، میخواد حلال باشه میخواد حرام، فقط افعی بشم پر بشم، بعد از جوانا میگه فقط پول باشه مشکلاتم حله. واقعا اشتباه است. میرن پیش یه قاضی به دادگاه، امروز مال یک دیگر رو میدوزن میرن دادگاه،
اون زمان برای اینکه مال دیگه رو بزور بهش بده رفت اونجا گفت آقا، گفت چیه؟ گفت شما پسر و دختر ندارید؟ صاحبتون گفت چرا آقا، من یه پسر دارم. خریدار گفت آقا، من یه دختر دارم. گفت اینا رو با هم دیگر عقد ببندید، این طلا رو بدید به این پسر و دختر. اینا با هم ازدواج کردن، 70 پیامبر بنی اسرائیل از نسل همین دو جوان به دنیا آمد. با روزی حلال. حالا آقا ناراحت، آخ بچه های ما، جناب مولوی نپرس، بچه های ناخلف هم، بچه های قرن بسیه که تو نمیشناسی، اصلا به حرف باباهاشون نیست، حرف ما نمی کنن، اصلا دروغ میگیم، همه ما دروغ، سر خودم کلا میذاریم. اگر بچه مال حلال بهش داده بشه، محاله که بچه درست تربیت نشه. خدایا خودت رحم کن. واقعا وقتی من در مورد مال حلال صحبت میکنم خودم میلرزم. چرا؟ چون که دیگه هیچ کس نمونده. به نظر من امروز خیلی اندکن کسانی که روزی حلال بخورن. خدا رحمت کنه مولانا محمد عمر، خدا رحمتش کنه. در این شبها دعا کنید. قصه سر کلاس تعریف میکردن جناب مولانا عبدالشکور و بقیه که مولانا علادین و برادرانی که پاکستان درس خوندن میشناسن. مولانا احمد علی لاهوری یکی از اولیای خداست. ایشون هر کس که دعوتش میکرد سر سفره غذا نمیخورد، دعوتش رو قبول میکرد ولی غذای کسی رو نمیخورد. نمیگفت آقا حرامه، ولی میگفت نمیخورم، زور که نیست آقا. میگفت نه، هر کدوم دعوت میکرد شرطش همین بود. یکی از شاگردا و مریداش کشاورزی داشت، از دو سه سال قبل سعی کرد که هیچ حرامی تو کشاورزیش نیاد که مولانا احمد علی لاهوری رو دعوت کنه. بزرگان ما مولانا احمد علی لاهوری دو سه سال زحمتش خودش کشید، کارش خودش کرد، تخمش، بذرش، همه چیزش، آبیاریش، اصلا یک ذره ربا و سود و نمیدونم دروغ و کذب و تزویر نبود. بعد از دو سه سال آمد گفت مولانا صاحب، من با رنج زحمت خودم برای شما غذایی رو تدارک دیدم، لطف کنید امشب بیاید. ولی همیشه مولانا عادت داشتن هر جا میرفتن مقدار نخود و کشمش با خودشون میبردن سر سفره، نخود و کشمش خودشون میخورد. مولانا گفت من میام. گفت میای درسته، ولی لطفاً جناب مولانا من شاگرد شما نخود و کشمش رو امروز نیام. گفت به من اجازه بده که من غذای خودم رو خودم بیارم. گفت نه مولانا، من ناراحت میشم. کارگزاری شد که من همه زحمت کشیدم. مولانا قبول کرد ولی تو جیبش نخود و کشمش های خودش هم گذاشت. رفت سر سفره نشست. مولانا که نگاه کرد اون کسانی که اهل الله بودن، ارتباط معنوی با خدا داشتن، مولانا گفت بفرمایید جناب مولانا، همه مریدین و شاگردان دارن میخورن. مولانا فرمود اجازه بده من نخورم. گفت مولانا یا دلیلشو بگو یا باید بخوری، اصلا هیچ مشکلی نداره. مولانا گفت نه دلیلشو میگم نمیخورم. اصرار کرد شاگرد، مولانا مجبور شد تکنانی رو از وسط نصف کرد، وسط دستاش نون رو فشرد، قطرات خون از داخل نون آمد بیرون. تعجب کردن همه که چیکار کردی مگر؟ گفت حالا تو بگو چیکار کردی؟ بعض رو از کجا آوردی؟ گفت از کجا، فلانجا خریدم. گفت نمیدونم شخم کجا کی زده؟ گفت فلانی نمازخوان تهجد گذار. همه کارگراش تهجد خون بودن. نهایتش گفت به اصطلاح ما و شما کود شیمیایی، به اصطلاح این پسفکندای گوسفندا هست، ما میگیم انبار به زبان محلی خود ما. گفت این انبارا در خانه همسایم ریخته بوده، لازمش نداشته، من رو آوردم به عنوان کود شیمیایی استفاده کردم. گفت اجازه گرفتی؟ گفت نیازی به اجازه نبوده، اون انداختی بیرون. گفت برای کسی که اولیای خداست خوردن شبهه هم حرامه. این خونی که میچکه از اثر اون انباری است و کود شیمیایی است که اجازه نگرفت. اینها بودن بزرگ، اینها بودن نمازخوان. نه ما که مجسمه حرامیم داریم راه بریم، بوی گند از همه متاسفانه از نماز ما داره منتشر میشه. اولین شرط اینه که شخص باید نماز خودشو با بدن پاک و با بدن واقعی پاک، از حیث ظاهر و باطن بدن پاک باشه باید ادا بکنه. دوم پاک بودن لباس، دومین شرط، نه جناب مولوی صاحبا؟ ولی آیا فقط باید لباس ظاهرش پاک باشه؟ این لباس از کجا خریدی آقا؟ از کجا؟ با پول حرام؟ با پول سود ربا؟ نه جناب مولوی، پول سود ربا نیست. من یه میلیون تومان تو بانک گذاشته بودم، یه پژو 206 برنده شدم از پول اونه. خب بابا اونم حرامه که، مگه میشه؟ حرام و حلال اینقدر قاطی شده که هیچ کس نمیشناستش. عجیب دنیایی شده ها.
به خدا قسم زبانم لال اگر دروغ بگم در شب ختم قرآنه، هر کس دروغ بگه حالس و کافر از دنیا میره. برادری از چابهار بود یا بندر عباس یادم نیست، به این زنگ زد بعد از اینکه نوار سیدی سودربامو گوش کرده بود، گفت فلانی همسایم باباش تو دبیه، تو دبی امارات داره کار میکنه، براش پول میفرسته ماهیانه اینقدر، این آقا میگذاره تو بانک سودشو میگیره میخوره، جایزه افتاده براش، رفته به حج، ماشاءالله حجت واقعا قبول، زیارت تو دیگه اصلا غیر قابل رده، همیشه پولش اونجا سودشو میخوره حجش. قسم یاد کرد به گردن خودش، گفت باور کنید من نوار و شما رو بردم اونجا. خندیده گفت آقا این چیه، این مزخرفات چیه آقا داره میگه، در حالی که من اونجا فقط غیر از آیه قرآن چیز دیگه نگفتم. قسم میخورد میگفت رفته بود غذا بخوره، سر دیگشو باز کرده بود یه مار بزرگ تو غذاش. خدا شوخی نداره با کسی، مسائل همه شوخی بردار نیست، این لباس باید پاک باشه. سومین شرط، تونتون مدرات بشم، میگن علما میگن جای نماز باید پاک باشه، فقط جای نماز یک جا نماز بندازی پاک باشه، نه زمینی که در اون نماز میخونی باید پاک باشه، زمین غصبی نباشه، زمین با مال حرام نخریده باشی، زمینو با دزدی و سرقت از آن خودت نکرده باشی. فقط ما امروز عبادات ما ظاهری، عبادات ما ظاهری به باطن فتواهای ما هم باطنی است، ولیکن باطن چی؟ به فکر درست کردن جای نماز واقعی نیستی؟ چهارمین شرط اینه که رو به قبله ایستادن. علما میگن رو به قبله بستیم، چرا رو به قبله وای میستیم؟ چرا این طرف نماز نمیخونیم؟ ما رو به قبله وای میستیم یعنی خدایا ما رو به تو ایستادیم. این نکته عارفانه است، نکته عرفانه، ما رو به قبله ایستادیم همه مسلمونا، یعنی خدایا فعینما تولو فسم وجه الله، شما اون طرف هم روتون بکنید خدا اون ورم هست، شرق و غرب همه جا خدا هست، ولی ما رو به قبله میکنیم که مسلمونا همه جا به یک جهت نماز میخونن، به اون جهت، جهت خداست، اون جهت جهت رب العالمینه، اون جهت فقط جایی است که الله عزوجلال رو انسان میبینه، این واقعیتی است که در نماز، به قول مولانا روم، ما در نماز سجده به دیدار میکنیم، دیوانه آن کسی است که سجده به دیوار میکند. میدونی مولانا چی میگه؟ ما در نماز سجده به دیدار میکنیم، دیوانه آن کسی است که سجده به دیوار میکند. سجده به دیوار دیگه معنایی نداره. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، خیلی ما دوریم امروز، نه؟ سجده به دیدار یا به دیوار؟ سر نماز من بارها گفتم اگر همینطور که این عزیز ما داره فیلم برداری میکنه، یه فرشته بیاد از قلبها فیلم برداری کنه سر نماز، چه فیلم قشنگی در میاد، نه؟ امام صاحب داره شبای ختم رو میشموره، مقتدی صاحب یکی داره پارچه متر میکنه، یکی داره بیل میزنه، یکی داره استایی و بنایی میکنه، آجر میده بالا، یکی دیگه شاور راست میکنه سر نماز. باور کنید بعض موقع انسان نگاه یک سر نماز اینجوریه، اون سر نماز داره دعوا میکنه، یکی داره سر نماز داره میخنده تو خیالش، واقعیت نه؟ به حسابتون رسیدی میخندی، میگه چون شدی آماده غسل و وضو، از معاصی دست و دل اول بشو، خیش را خالی تو از تزویر کن، پس بلند آوازه تکبیر کن، چون ستادی در حضور کردگار، باش قائم با سکون و با وقار، درک کن که با کی میگویی سخن، با خدا یا با خیال خیشتن. با خدا داری صحبت میکنی یا با خیال خودت؟ در نماز یا که دعوا میکنی یا جمال و مال پیدا میکنی، چیکار داری میکنی؟ در رکوعی یا به فکر آب و نان، یا که ملاق میزنی با صد شتاب، در سجودی یا مگر همچون کلاغ، میزنی بر خاک منقار و دماغ، شرم کن از این نماز ای بی ادب، هان مکش بیهوده این رنج و تعب. چه فیلم قشنگی در میاد، نه؟ خیلی این رو بوس میشه این فیلم دیگه، چون که ماشاءالله امام و مقتدی همه تو ذهنشون، طرف جرأت نمیکنه سر نماز به امام فتح بده، چرا؟ چون که خودش مشکل داره، نمیدونه امام دور کت خوند یا سر کت، به مقتدی های مسجد بلال بر نخوره. خیلی مهم ها، میگن یک زمانی مجنون داشت رد میشد، قبل از این قصه مجنون رو بگم، میگه یک طرفی داشت نماز میخونه، آقایی
یکی آمد از جلوی نماز رد شد، یکی از مقتدیا گفت های های از جلوی نماز رد نشو وسط نماز، دومی گفت خاک تو سرت نمازت که فاسد شد که، سومی گفت انگار نماز تو که فاسد نشد، امام گفت خاک تو سرتون همه تون فاسد شد نماز من موند. نماز ما اینطوری است، باور کنید گزارش دادن به ما میگه آقا سر نماز موبایلش زنگ میزنه، این همیرا ها که وقتی میخونن دیگه ماشاءالله جوونا رو از حال طبیعی خارج میکنه. نه تو مسجد ما یک بار زاهدان زابل میخوند، یکی گفتم وابل الان نزدیک بود برقص، گفتم حافظ تو محراب نرقص خدای نکرده. باور کنید بعضی موقع موبایل ها زنگ میزنه طرف سر نماز برمی داره موبایلو دستش بس است میگه الله اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این با موبایل درس رو دیگه با خدا درس، خدا شاهده الله اکبر الله اکبر، یعنی من دارم نماز میخونم آقا گوشی تو قطع کن، اتصالش با خدا موبایلش با خدا در حال تکلمه، نماز یعنی این صحبت کردن با خدا، یعنی با تلفن همراه مستقیم بدون پرده، از اون طرف گوشی یه دختر خانم یا آقا پسری زنگ میزنه ارتباط خودش رو با خدا قطع میکنه، بون آقا میگه سبحان الله سبحان من دارم نماز میخونم، این واقعیت اینه. مجنون میگه مجنون عاشق لیلا هست همینجا تو قصه میگن، میگه آقایون رو داشتن نماز میخونن جناب مولوی صاحب بابقیه، مجنون هم از سرش همینجور در عشق لیلا از جلوی اینا رد شد، میگه بعد از نماز امام تونتون نماز شخون سلام علیکم امتالله اسلام، های مردک بیا اینجا کافر شدی، گفت برای چه کافر شدم جناب مولانا من که حرفی نزدم، گفت مرد که از جلوی نماز رد شدی، گفت از جلوی نماز کی رد شدم، گفت همین الان، گفت من اونقدر به عشق لیلا غرق بودم که خدا شاهد یک نماز گذار رو ندیدم، مولوی صاحب تو چطور به عشق خدا بودی که غیر از خدا همه چیز رو دیدی؟ درست نه؟ یقه همه ما رو میگیره، غیر از خدا همه چیز رو دیدی، من به عشق یه دختر خانم یه لیلا هیچی رو ندیدم، نه نمازی رو نه نمازگذاری، تو چطور روبروی خدا استوده بودی و خدا رو میدیدی؟ آی گفتم صحبت عارفانه است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زمان ایشون، جوانا شیشتونگ حواس جمع باشه این شبها کم گیر میاد، یه پدری در زمان ایشون میخواست بیاد مکه خونه خدا، یه بچه 10-12 ساله داشت، گفت بابا کجا داری میری؟ گفت بابا میخوام برم خونه خدا. گفت اه مگر خدا خونه داره؟ گفت بله چرا نداره بابا جان. گفت کجاست؟ گفت مکه. گفت بابا منم باهات میام. گفت نه بابا جان هنوز به تو حج و کعبه و خانه خدا فرض نشده، تو بچه یه هنوز بشین سر جات. گفت بابا تو که به خونه خدا میری منم با خودت ببر. شروع کرد به گریه کردن، اینقدر زجه و گریه و شیون رو انداخت که فقط میگی ماشاءالله کجا میخواد بره، اگر بچه های ما باشه گریهشون فقط برای موتوره که تک چرخ بزنه تو خیابونا، گریهش برای شلوار لیه دیگه نهایتش، یا برای این موبایلایی که اسباب بازی، اسباب بازی شده ها. یه برادری که الان تو جمع نشسته برام گفت، از زبان ایشون من دارم نقل قول میکنم، میگفت که تلویزیون داشتم نگاه میکردم یک کارشناس آمریکایی میگفت که دوتا وسیله مخرب الان تو دنیا آمده و به وفور داره پخش میشه، اولیش اسلحه است بمب‌های شیمیایی و اتمی مخربترینه، بعد از اون موبایل است. این موبایلی که دست بچه هاست و الان داره فیلم برداری میکنن، البته ناراحت نشید وقتی موبایلاتون نزنید به زمین، استفاده یه صحیح هم داریم، سر هر کوچه ای میریم بچه ها نشستن تو کوچه ها همینجوری، فقط همینجوری، اصلا نمیدونیم چی شده، واقعا معتاد شدن. آقا به قول خودش SMS رد میکنه، او هم چه SMS های مستهجنی، واویلا، حتی با خدا شوخی دارن خدا شاهده. نکنید این وسائل خدا در اختیارتون داره تا درست استفاده کنید عزیز من، در غیر رضای خدا و صلاح خدا و منش الهی خطرناکه، خطر داره و خدا زوال میاره، همین موبایل هم روز قیامت میاد یقه من و تو رو میگیره. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون، خدا میگه روز قیامت همه اعضا و جوارح انسان، همه مال و منال انسان، نعمتهای الهی بر علیه انسان گواهی میده. این موبایل ها هم اونجا میاد به صدا در میاد، خدایا من آمده بودم درست استفاده شم ولی اشتباه استفادم کرد. اون پسر گفت بابا منو هم ببر خونه خدا، مجبور شد پدر اینو برداشت با خودش آمد به مکه، که رسید دور خانه خدا میچرخید، پسر سوال کرد بابا
کو خانه الله و این بیت الله خانه الله کو؟ گفت بابا خانه خدا همینه که ما داریم دورش میچرخیم. گفت بابا فعین الله، پس کو خود خدا؟ گفت ساکت، کلمه کفر به زبان نیار، از اسلام خارج میشی، حجت هم باطل میشه، من میخواستم تو رو نیارم. گفت بابا چطور؟ جوونا صحبت عارفانه اینجاست. گفت بابا جان یه میزبان یه حاجی صاحبی ما رو دعوت میکنه، تا زمانی که خودش نیاد کنار ما نشینه و نبینیمش، اون مهمانی برای من ارزشی نداره، اگر چی که پلو و چلو و هفت رنگ بیاره اونجا، ما خودشو میخواییم. این چطور خداییست که ما رو دعوت کرده برای حج ولی خودشو نشون ما نمیده؟ این چطور خداییست که ما رو به رمضان دعوت کرده ولی خودشو نشون این جوان نمیده؟ 300 تراوی میخونه ولی در تراوی ها خدا رو نمیبینن. این چطور ربیست محال بلا؟ خدایی که من میشناسم اینجوری نیست. گفت برو بابا جان، من با تو کاری ندارم. پسر آمد سر رو به سجده گذاشت، گفت پروردگارا، پروردگارا، من خونه تو رو میخوام چکار؟ من حج و طواف رو میخوام چکار؟ هر در که زنم، شریک حفاظ خوندن، هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روان پر تو به کاشانه تویی تو، در میکده و دیر که جانانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. خدایا همه جا دنبال تو میگردم که تو این درمان همه دردم. عاشقان دائم لقای دوست میدارن، دوست در غم و راحت رضای دوست میدارن، دوست وعده دیدار چون در جنت آمد لاجرم، عاشقان جنت برای دوست میدارن، دوست در دوزخ اگر وصف تو در چنگ آید، از حال بهشتیان مرا ننگ آید. گر بی تو یا الله به صحرای بهشتم خانم، صحرای بهشت در دلم تنگ آید. خدایا من تو رو میخوام. سر رو به سجده گذاشت، بچه 10-12 ساله، گفت خدایا تا در کعبه تو رو نبینم سرم رو از سجده بر نمیدارم. باباش آمد گفت بابا حماقت نکن، پاشو پاشو، خدا خودتو به خودشو به نشون نمیده. که ناگهان در همین لحظه امام ابو حنیفه آمد، دست زد سرشونه بابا، گفت بابا جان. گفت چیه؟ گفت بیا کنار. گفت نمیخوام بچه‌مو. گفت بچت از خدا خدا را خواست و خدا امشب او رو برد پیش خودش. گفت بچه‌م مرد؟ گفت نه، وفات کرد و به دیدار خدا رفت، به دیدار ربش رفت. اون گفت تا خدا یا تو رو نبینم بلند نمیشم. جوون تو رو خدا، بیا تو رمضان خدا رو ببین، تو تهجد خدا رو ببین. وقتی میگه الله اکبر در پیشگاه خدا حاضری، رمضانی که نتونه ما رو به خدا برسونه اون رمضان نیست. تحجدی که ندونه یه قدم ما رو به خدا برسونه اون تحجد نیست. به خدا خدایا معذرت میخوایم، عبادات همه ما ناقصه، تو قبولش کن. پدر گفت خدایا تو که بچه‌مو بردی منو چرا گذاشتی؟ سر رو به سجده گذاشت، گفت امام ابو حنیفه دعا کن که سرمو از سجده زمانی بردارم که پیشگاه الله در جنت باشه.
تو آکده امام بابا رفت پیش پسر و جفتشون رفتن به ملاقات خدا. یه پسر بچه ولی امروز ما رو نگاه کن چطور داریم نماز میخونیم. سر نماز هر جا هستیم غیر از پیشگاه خدا نگید آقا رو آوردم به قبله. سر نماز نگید اینو، بگو رو آوردم به پول، رو آوردم به ماشین، رو آوردم به دزدی، رو آوردم به دختر بازی، رو آوردم خدای نکرده تو احمد آباد ترس زدن، رو آوردم به روزخاری، رو آوردم به سیگار کشی و اعتیاد. خدایا به همه چیز رو آوردم غیر از به تو. این واقعیت میخواد ناراحت بشید میخواد نشید. این وضعیتی زنان تو جامعه اسلامی رمضان ها ضعیف شده که نمیتونه آقا را در ماه رمضان نگه داره. کو رمضان؟ سیگار اون جوان ابله تو ماه رمضان گذاشته لوای انگشتاش پف میزنه به آسمون، فکر میکنه که چشمش من افتاده به خاطر اینکه لج منو در بیاره. یکی از جوان ها اراده سیگار کشی نداشت واقعا، چون من قبلا دعوتش داده بودم، چشمش به من افتاد، زد کبریت رو آتش به خرمن وجودش زد، زد به سیگارش. تو دلم گفتم بهش چیزی نگفتم، تو روش نیاوردم، گفتم فکر میکنی آتش به قلب من زدی؟ این کبریت و آتش تو به خدا به قلب محمد زدی، به خدا قسم به قلب ابوبکر زدی. روز قیامت باید تقاص خون عثمان رو بدی، تقاص خون رسول الله رو باید بدی. و دلت خوش اگه جوونی باشی، جوان جوون تو دنیا زیاده، اون هم جوونه تو فلسطین که شب با افطارش خون داره میخوره. تو هم جوونی؟ تو هم جوونی؟ ما از محفظم جوون بودن. تو هم پیر مردی؟ پیر مرد مولانا محمد عمر پیر مرد بود که زمانی که میخواست دنیا بره چه عزتی خدا بهش داد. هنگام تهجد سر رو که به سجده گذاشت دیگه پر نداشت. خانمش میگه صدا کردم مولانا، دیدم جواب نیامد. مولانا یه ساعت گذشت این چه سجده است؟ بعد از یک ساعت دو ساعت نگاه کردیم که مولانا در سجده روحش رو به خدا تحویل داده. اون کسی که عاشق خداست، اون کسی که عاشق ربه، در هر لحظه با خداست و لحظه مرگش هم در حالت سجده است. ولی امروز ما چی؟ که تو قرن اخیر پیدا کنید یه نفر رو که در حالت سجده بمیره اندکن. سروران عزیز، برادران بزرگوار، سر خودمون کلا نذاریم. و جالب اینجاست کسی که بمیره یه طرف میگرته اعضاش سوش میشه. فرزند مولانا تعریف میکرد این دو سه ساعتی که مولانا در همون حالت بودن تکون نخوردن. به همین دلیل ما فکر کردیم که اصلا مولانا رحلت نکردن و از دنیا نرفتن. ولی وقتی که ساعتها گذشت دیدیم بدن مولانا نرم هنوز، خشک نشده بود، متوجه شدیم که دار دنیا رو الوداع گفتن. خدا زن مرد حق راضی، همیشان از خدا راضی، چقم شیطان صفت ها ناراضی، خدا راضی از آن ارضا. خدایا در این شب این جمع حاضر همه دست دعا میکنن، خدایا روح مولانا محمد عمر رو در جوار صدیقین و شهدا محشور بفرما. یکی از علمای بزرگ اسمشو نمیبرم خواب دیده به من زنگ زد، گفت فلانی مبارک باد. گفتم چیه؟ گفت که مولانا را دیشب در خواب دیدم. چطور؟ گفت میدان محشر شده و دروازه بهش بازه، انبیا و صدیقین همه وارد شدن، رسول حضرت مولانا کنار در بهش، درب ورودی البته بیرون ایستاده بود. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد جلو، گفت مولانا بفرما برو داخل بهش. مولانا فرمود خدایا یا رسول الله تا زمانی که شاگردان وارد بهش نشه نمیشم.
خدایا ما که لیاقت نداشتیم، همه این جمع شاگردان مولانایی مستقیم و غیر مستقیم. بنده اگر مستقیم بودم شما غیر مستقیم. قسم یاد میکرد که مولانا شرطش این بود که باید اول شاگردان بره بعد من وارد بشم. و خواب کسی که حضرت رسول الله رو خواب ببینه دروغ در نمیاد. خدایا همه ما رو روز قیامت با مولانا محشور و فرما. سروران عزیز این است چهارمین شرط، رو به قبل ایستادن، یعنی رو به خدا ایستادن. وقتم گذشت، دو سه مورد دیگر مگهتون بگم. پنجمین شرط میگن آقا تکبیر تحریمه. تکبیر تحریمه چیه؟ دستا رو بلند میکنید. این علامت چیه؟ وقتی که یک فرد قدرتمندی بخواد یک مجرم رو دستگیر بکنه، اول میگه آقا دستا بالا، دستا رو بالا میکنه، یعنی نشانه تسلیم شدن. ما هم که میایم در پیشگاه خدا دستا رو میبریم بالا، یعنی خدا یا تسلیمم، شلیک نکن، مجرمم، گناه کردم. اگر یک دولت مرد دستا رو بلند میکنه، خدایا منم مجرمم، دستا رو بلند کردم. اون مجرم دولت وقتی دستش رو بلند کرد راهش نمیکنه، بلافاصله دستبند میزنه. نه ما هم دستا رو بلند میکنیم، بعد خود ما رو دستبند میزنیم. فلسفه نماز اینه، دست رو بلند کردن که تسلیمم، سپس خود ما را دستبند زدم. سنی نماز رو با دست بسته میخونه، یعنی خدایا من در بس در بندگی تو هستم. تکبیر رو اینجا بگو، زمانت لال گزیده. اگر ما دست رو میبندیم فلسفش اینه، تسلیم، بعد خدایا خود ما رو نیاز نیست تو ما رو دستبند بزنی، من خودم رو دستبند میزنم به پیشگاه تو. فلسفه دست بستن اینجاست. موقعی که دست رو برم میکنیم میبندیم، خدای مجرم آمده. حالا از این به بعد داره شروع میشه گفتگوی عاشقانه، گفتگوی عاشقان در کار رب. جوشش عشق است نه ترک ادب، هر کسی از جام عشق یک جرعه نوش، نه در او ماند ادب نه عقل و هوش. از این زمان به بعد نماز عاشقانه شروع میشه. به قول شاعر صدام گرفت، میگه بیا به جانب خدای خیش رو کنیم، گل حضور و نور را به باغ عشق بو کنیم، چه میشود به یاد او بساط عشق گستریم، ز چشمه محبتش چه عاشقان وضو کنیم. برای توبه از گناه و ترک راه اشتباه، انیس گریه ها شده به اشک و سجد خو کنیم. خدای خدا بزرگ و بی نیاز و ما فقیر و کوچکیم، بیا 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 که با خدای خیش گفتگو کنیم. اشکال نداره بلنگو ها سوخت، فقط آی سی شما ها نسوزه، مشکلی نیست. نهایتاً ما گفتگوی عاشقانه شروع میشه با خدا. ما در نماز این با خدا داریم صحبت میکنیم. من صحبتم خلاصه بکنم، و آخرین رکن رکوع و سجده است. بنده با رکوع و سجده میگه خدایا همه غرور و نخوت و تکبرم همه رو دولا کردم، همه رو شکستم، پای تو ریختم، ربا از ما قبول بفرما. برادران عزیز، عوامل بی تأثیری نماز ایناست. اگر میخوای نماز ما رو داشته باشه، تأثیر بذاره، اگر میخوای رمضان تأثیر بذاره، این شرط ها رو رعایت کن. همه من تو از امشب، یک، پاک بودن بدن، دو، پاک بودن لباس مال حلال باشه، سه، پاک بودن جای نماز، چهار، رو به خدا ایستادن نه رو به قبله ایستادن، چهار، پنجم اینه که الله اکبر تسلیم شدن، خدایا تسلیمم، فقط نه با دست، این دست ها جلوی حکومت هم میگه دستا بالا، یعنی قلب و روح و روان همه تسلیمه، همه تن تسلیم خدا بشیم، بعد خودمون دستبند میذاریم، در اختیار خدا قرار میدیم، و اونجا عاشقانه با خدا صحبت کردن و سپر رکوع و سجده را با اطمینان انجام دادن و در رأس همه اخلاص داشتن و لللهیت داشتن، اون زمان است که نمازهای ما تاثیرگذار خواهد بود. انشالله که جوونا امشب یه قول مردانه میدونی چیه؟
امروز متاسفانه مرد باقی نمونده که قول مردانه بگیریم. یه آقای صحبت میکرد میگفت از بسته که آدمای الان مر خوردن همه شدن مر، خانما شدن خروس. باور کنید وقتی به خانما بر نخوره بعدن باز ترور نکنن ما رو. واقعا اینطوریه مردان. چرا چون میگن قولای مردونه نمونده. آقا اینجا قول میده پشت سرش هنوز از مسجد نرفته بیرون قولش شکست. این مجید قول مردان نیست. تازه خانما هم چنین قول زنانه ای ندارن. خانما خیلی قولشون مستحکم تر از مرداست. ولی امشب میخوام از جوانای عزیزم، دوستام، رفیقام، همسن و سالام یه قول مردونه بگیرم آقا. و اون این که جوانایی که قول میدن که تومار رمضان پیچیده شد تومار عبادتشون پیچیده نشه. اونهایی که فقط با رمضان خداحافظی میکنن نه با خدای رمضان، اونهایی که با رمضان خداحافظی میکنن نه با مسجد، اونهایی که قول میدن همواره با خدا باشن دستار مردانه ببرن بالا. این قول مردانه دستاتون مردانه رفت بالا. جزاکم الله. این اولین قول. هنوز اون نشد. سه تا قول میخوام بگید. خوشحال نشید الکی یک ساعت گلون خفه. هنوز فردا شب احمد آباد، پس فردا شب بندر عباس و نمیدونم زابل و کجا و کجا قول دادم. شب اول انرژیمو مسجد بلال گرفتید ازم. اولینه که گفتم به هیچ عنوان نماز رو قضا نکنید تحت هیچ شرایطی. ان شاء الله شما این قول رو که دادی درسته؟ جزاکم الله خیر. خداوند به جوانی شما برکت عنایت بکنه ان شاء الله. دوم اینه که دور دوستای ناباب رو خط بکشید. مردانه کیه که هر چه دوست ناباب داره بریزه تو زباله‌دان تاریخ؟ ماشاءالله ماشاءالله جزاکم الله خیر. واقعا که این قول دومی تو خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. و اما قول سوم، قول سوم کی قول میده که در اولین فرصت انشاءالله تو امسال سه روز حداقل جماعت تبلیغ تشکیل بشه انشاءالله. قول دادید تا قولتون باشید انشاءالله که موفق و معید باشید. من خیلی خوشحال شدم و خدای پاک رو سپاسگزارم از اینکه این توفیق رو داد تا در خدمت جمع عظیم یاد دوستان باشم. پوزش و معذرت میخوام وقت عزیزان رو زیاد گرفتن در محضر علما. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حافظ محمد رضا دورانی. با سلامت عظیم بزرگوار استقبال میکنیم.